الله حمدا لله الله سبحان الله 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 الله حمدا لله. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام او آغاز میکنیم که آغازگر همه خوبی هست. سلام علیکم، وقت شما عزیزان بخیر باشه، جور صحتمند باشین و انشاءالله که امروز هم وقت داشته باشین که تا پایان برنامه به وقت بیداری ما را همراهی کنید. توفیق دوباره نصیب بنده و همکارانم شد تا در شام ولادت امام موسی بن جعفر علیه السلام با شما عزیزان همراه باشیم. تبریک عرض میکنیم ایام قدیریه که پشت سر گذاشتیم و امروز که 20 ذی‌حجه بود و روز ولادت آقا و مولایمان هفتمین دردانه آسمان امامت حضرت موسی بن جعفر علیه السلام. با شما عزیزان هستیم به همراه استاد عزیز جناب آقای موسوی که در استودیو حضور دارم. سلام علیکم استاد، خوش آمدین، تبریک عرض میکنیم. علیک السلام، خدمت شما و همه بینندگان عزیز عرض درود و سلام و احترام و عرض تبریک داریم. خدا کنه انشاءالله همه ما از پیروان راستین امام کاظم علیه السلام باشیم. در خدمت بفرمایید. سلامت باشین. خب خدا رو شکر استاد که یک دیگر از برنامه های ما هم مصادف شد با یکی از نورانی‌ترین و زیباترین ایام سال، ولادت، شام ولادت در واقع امام موسی بن جعفر علیه السلام. در خدمت عزیزان هستیم با حضور ارزشمند حضرت عالی و میخواییم نگاهی گذرا داشته باشیم و زندگانی حضرت، از این فرصت استفاده کنیم. دلی. و حتما مثل همیشه با دست پر تشریف آوردین و منتظر هستیم که تا انشاءالله فرموش شد خودتون آغاز کنین. من در همین ابتدا یک سوال دارم استاد. ما در تقویم ها گاهی اوقات در هفته سفر هم میبینیم ولادت حضرت رو. بله. این اختلاف برای چی هست و توضیحاتی که انشالله میفرمید. بله، همونطوری که فرمودین ما الان در روز 20 ذی‌الحجه هستیم. بله. ایام سرور و خوشحالی اهل بیت عصمت و طهارت که در واقع دومین روز غدیر رو داریم. بله. سپری میکنیم، تمام شد که پیامبر اسلام 3 روز عید غدیر رو در سال 10 هجرت اعلام فرمودن، 3 روز مردم اونجا عید گرفتن. خب امروز بنابر روایات فراوانی که داریم تولد امام کاظم علیه السلام هم اتفاق افتاده، اما اون چی که ما در تقویم جمهوری اسلامی ایران به عنوان مهد تشیع میبینیم که هفتم صفر رو زدند، به دلایل مختلفی مورد قبول نیست. یعنی محققینی از علما فرمودن که اولا به جهت این که محدثین علمای بزرگ ما مثل مرحوم کلینی، مرحوم شیخ مفید، شیخ طوسی، اینا هیچ کدوم به قول هفت سفر اعتنا نکردن. زندگانی امام کاظم علیه السلام رو مرحوم شیخ کلینی در کافی آورده، مرحوم شیخ مفید در ارشاد و مسار الشیعه آورده، شیخ طوسی هم در تهذیب به این قول اعتنا نکرده، گفته که هفتم ماه صفر به یک روایت شهادت امام مجتبی علیه السلامه و از قدیم الایام هم در حوزه های علمیه و بین شیعه و شیعیانی غیر ایران معروف همین بوده که در روز هفت صفر روزه برگزار میکردن برای امام مجتبی علیه السلام. بعد غیر از این دلیل که عرض کردم، بعد بزرگان از علما مثل شهید اول در دروس و مرحوم علامه نجفی در جواهر الکلام در کتاب شریف جواهر و کاشف الغطا در کشف الغطا این روایت هفت سفر رو روایت ضعیف میدانند در مورد ولادت امام کاظم علیه السلام. ماه محرم و سفر به صورت کلی ماه عزایه، در ماه محرم و صفر ما ولادتی نداریم. یک روایت هست که عرض کردم بزرگان این تضعیف کردن. روایات فراوانی هم در این زمینه هست که علمای بزرگی، محدثین بزرگی مثل احمد ابن خالد بلخی در محاسن و باز مرحوم کلینی و محمد حسن صفار در بصایر الدرجات، طبری هم در دلایل الامامه، اینا همشون
از ابو بصیر از امام صادق علیه السلام به طرق مختلف نقل کردن که ولادت حضرت باب الحوائج مصعب بن جعفر علیه السلام در سفر سال 127 امام صادق علیه السلام در سفر حج ایشون در منطقه به نام ابوا که حدوداً 50 کیلومتر در طبق اونجی که در معجم البلدان آمده، یعنی محاسبه ای که اون زمان کرده بود با مکه فاصله دارد، اونجا به دنیا آمدن. یعنی امام صادق علیه السلام کارمان رو متوقف کردن و نور قدسی حضرت امام کاظم علیه السلام اونجا طلوع کرد و به دنیا آمدن. پس با این دلایلی که عرض میکنیم برای ما یقینیست که ولادت امام کاظم علیه السلام در 20 ذوالحجه بوده، چرا که اعمال حج رو امام صادق علیه السلام انجام دادن. بعد از اعمال حج در راه برگشت به سمت مدینه، از مکه به سمت مدینه برمیگشتن، اونجا امام کاظم علیه السلام به دنیا آمد. این در رابطه با محل ولادت امام کاظم علیه السلام. خب پدر حضرت امام صادق است، بنابراین امام کاظم علیه السلام وارث علوم صادق آل محمد صلی الله علیه وسلم و بنیانگذار در حقیقت مکتب تشیع هست. مکتب تشیع البته منتسب به خود پیامبر اعظمه، اما توضیح و تبیین تمام فروعات این مکتب چون به واسطه امام صادق علیه السلام انجام گرفته، این رو منتسب میکنن به امام صادق علیه السلام، میگن مکتب جعفری در مقابل مکاتب دیگری که در زمان حضرت انشعابهایی به وجود آمده بوده. این یه خلاصه در رابطه با تولد امام کاظم علیه السلام. زندگانی حضرت سراپا لبریزی از درسها، اندرزها و حکمتها برای ما هاست. انشالله که بتونیم در این فرصت کم بخشی از اینها رو بیان کنیم. بسیار تشکر استاد. بحث ولادت حضرت و ای که اقوال مختلف هست در تاریخ ولادت حضرت رو بسیار عالی و درجه فرمایشاتی داشتید و میخواییم که از این فرصتی که هست، حالا دقایقی که تا پایان برنامه وقت داریم، بیشتر نگاهی داشته باشیم به زندگانی حضرت، فرمایشات حضرت و در واقع آن قسمت هایی که ما میتوانیم امروز استفاده بکنیم با عنوان درس و حضرت عالی بیشتر صلاح میدانید تا اون قسمت ها رو مطرح بفرد. بله، بنده در نظر داشتیم یک نگاه گذرایی به مکتب تربیتی امام کاظم علیه السلام داشته باشیم، چرا که ما انسان ها همیشه محتاج به تربیت هستیم در هر رتبه ای که باشیم. رتبه بالاتر صعودش برای ما امکان پذیر نیست مگر با هدایت هادیان الهی که از جمله اونها حضرت امام کاظم علیه السلام است. امام کاظم علیه السلام در طول زندگیشون تلاش های بسیار فراوانی داشتن در جهت هدایت مردم، در جهت این که اینها رو روز به روز به رشد و تعالی معنوی و اخلاقی برسانند. من تورخی که داشتم در کتاب‌های مربوط به امام کاظم علیه السلام دیدم حضرت در دو بخش بسیار به صورت فعال ورود پیدا می‌کردند. یک بخش تربیت‌های عملی حضرت که گویا تمام قرآن و تمام سنت و تمام دین در وجود مقدس امام کاظم علیه السلام پیاده شده بود و حضرت وقتی بین مردم راه می‌رفت، مردم پیغمبر رو می‌دید، مردم قرآن رو میدید، مردم سنت پیغمبر رو میدید و در همین راه رفتنهاش جالبه، خیلی وقتا یک فردی رو وقتی میدید از راه دین منحرف هست، سعی میکرد اونو هدایت بکنه. مصادیق فراوانی وجود دارد. من دو سه تا مصداق رو در نظر دارم، اگه فرصت هست که خدمتون عرض بکنیم. یکی از اون مصادیق عبارت است از جریانی که امام کاظم علیه السلام با جناب بشر حافی داشتن. بله، بشر حافی یکی از افرادی بوده که در زمان امام کاظم علیه السلام زندگی میکرده، یه فردی بوده خب در همون زمان در مدینه زندگی میکرد و امام کاظم علیه السلام اتفاقی از جلوی در خانه عبور میکرد، یک مرتبه دید که صدای ساز و آواز بلنده، صدای خواننده میاد و بزن و بکوبیه به تعبیر ما. حضرت همینجور که داشت عبور میکرد دید خدمتکار اون خانه یک سطل زباله یا چیزی دستش بود آورد بیرون بذاره. امام وقتی اون شخص رو دید فرمود که صاحب این خانه
بنده هست یا آزاده؟ این سر صدا را کی بلند کرده؟ آیا اون کسی است که حر است یا عبده؟ گفت آقا حره. او یک آدمیه که بنده نیست، حره. حضرت فرمود بله حر هست، خودش رو آزاد خیال میکنه که این چنین آزادانه در روز روشن حکم الهی رو زیر پا میگذاره و غنا گوش میکند و استعمال میکند. اگر بنده بود، بنده خدا بود، این کار رو نمیکرد. همین جمله کوتاه. ببینید برادران و خواهران ایمانی، یکی از چیزایی که در اسلام حرام است صوت غنایی یا موزیک غنایی است. صوت و موزیک غنایی اون صوت صدایی هست که مناسب با مجالس رقص و پایکوبی باشه. بله. به طوری که اگر در همون مجلس گذاشته بشه مردم نگه این چیه گذاشتی. اگر یک صوت یا موزیکی مناسب با مجالس رقص و پایکوبی بود، اون غنایه و از نظر شرعی حرامه. این کنیز و خدمتکار برگشت داخل خانه، بشر سوال کرد که چرا دیر کردی؟ گفت جریان این بود که من یک انسان مقدسی رو دیدم که سراپا نور بود، در مورد شما سوالی کرد، منم جواب دادم، یکم دیر شد. گفت سوالش چی بود؟ جواب چی بود؟ گفت سوال این بود، گفت صاحب این خانه غلامه یا آزاده؟ برده یا آزاده؟ گفتم که آزاده. گفت آزاد است که چنین در روز روشن حکم خدای را زیر پای میگذارد. تا این جمله رو گفت بشر فهمید اون امام کاظم بوده. لذا دوان دوان با پای برهنه به دنبال حضرت افتاد، با اون وجاهتی که داشت بین مردم با پای برهنه به دنبال حضرت افتاد داخل کوچه و تا حضرت رو پیدا کرد، خود را به قدمهای مبارک حضرت انداخت، توبه کرد. وقتی توبه کرد فرمود که از این لحظه دیگه خانه بشر جای تلاوت قرآن و ذکر خدا خواهد بود، و همینطور هم شد، هدایت شد. این یک مصداق از مصادیق تربیت امام کاظم علیه السلام تو بسته. بسیار تشکر استاد. شاعر میگفت که من بشر حافی درونم را بنده تو کردم. احسن. ای آزادترین مرد دنیا. خدا خیرتون بده، انشاءالله در بخش بعدی هم ادامه فرمایش شما را خواهیم شنید. در خدمت با شما هستیم در شام میلاد آقا امام موسی بن جعفر علیه السلام. ای آفتاب حسن به زیباییت سلام، ای آفتاب حسن به زیباییت سلام، و ای آسمان فضل به داناییت سلام. در صبر شاخصی به شکیباییت سلام، تنها تو کاظمی که به تنهاییت سلام. هرگه غضب به قلب رعوف تو یافته است، از آب عف آتش خشمت فرو نشست. تو عبد صالح و به کفت قدرت خداست، هر ادعا ز قدرت و عزت تو را سزاست. هارون چگونه صاحب این دعوی خطاست، که ای ابر هر کجا به باری ز ملک ماست. قدرت از آن توست که بر ابر پیلوار فرمان دهی و شیعه خود را کنی سوار. ای کشتی نجات به دریای حادثات، دارند شیعیان و شما چشم التفات. لب تشنه ایم تشنه یک جرعه فرات، بر ما ببخش از کرم خیشتن برات. چون قلب مرده از دم تو جانم آرزوست، چون خاک تشنه قطره بارانم آرزوست. سر تا به پای دردم و درمانم آرزوست، پا تا به سر نیازم و احسانم آرزوست. بر من ببخش آنچه کند جودت اقتضا، سوگند می دهم به جگر گوشعت رضا. سوگند می دهم به جگر گوشعت رضا. این پسر بدر المنیر و این پسر شمس الضحاست، این پسر باب الکرم باب الولا باب العطاست، این پسر باب المراد انبیا و اولیاست، این پسر هم مصطفی هم مرتضی و هم مجتباست. تبریک عرض میکنیم محضر یکایک که شما بزرگواران بار دیگر میلاد
نورانی آقا امام موسی بن جعفر علیه السلام، و امیدواریم که در بهترین حال خودتان باشید و بنده و همکاران ما را در این رسانه جهانی از دعای خیر خودتان فراموش نکنید. تشکر میکنیم از همکاران بسیار نازنینمان به خاطر پخش این میان برنامه بسیار زیبا. و در این لحظه قبل از اینکه به محضر استاد برسیم، پل ارتباطی را خدمت شما عزیزان یک بار دیگر اعلام میکنم. نمبر مثبت 964-780-255-413 در اختیار شما هست، ارتباط دو طرفه و بسیار سازنده و راهگشا برای بنده و همکاران. جناب استاد موسوی عزیز، در بخش اول در مورد ولادت حضرت امام موسی بن جعفر علیه السلام فرمایشات بسیار زیبا داشتین و داستان بشر حافی که بسیار هم معروف هست و بسیار در منابع آموزنده است و آموزنده و شنیدیم و بسیار هم استفاده کردیم. موضوع برنامه امشب با توجه به فرصتی که داریم نگاهی گذرا به مکتب تربیتی امام هست و انشالله این فرصت بیشتر در اختیار شما قرار میدیم تا از این تریبون از فرمایشات شما ما و همه عزیزان استفاده کنیم. در خدمت. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که مکتب تربیتی امام کاظم علیه السلام به این شکل بوده که گاه وقت موقعیت هایی که پیش می آمده همونجا افراد رو شکار می کرده. این تعبیر من شکار که میگم، همونجا به سر وقت هدایت فرد عملا می رفتن. این یک بخشی از مکتب تربیتی است. یک بخش دیگر هم که در کلمات حکمت آمیز حضرت که اگر رسیدیم عرض بکنیم، بله، مصادیق این مورد رو داشتیم می گفتیم که حضرت عملا ورود پیدا کردن و افرادی رو به سمت هدایت کشندن و یا هدایتشون کردن، مثل بشر حافی که واقعا به سرمنزل مقصود رسید و هدایت شد. بعضی در بزنگاه ها... بله احسن، بله. در همون لحظه حساسی که میشه یک فرد رو متحول کرد و منقلب کرد. یکی از مصادیق دیگر رفتار عملی حضرت در هدایتگری با هارون الرشید، یعنی امام معصوم تا آخرین لحظه ای که احتمال میده یک فرد هدایت بشه دست از سر او بر نمیداره، به تعبیر من بی خیالش نمیشه، او رو یک انسان طرد شده غیر قابل هدایت نمیبیند. در جریانی جالبی امام کاظم علیه السلام در سفر حج بودن، هارون هم آمده بود حج. وقتی آمد دور خانه کعبه ببخشید، وقتی آمد کنار قبر شریف پیامبر اعظم، هارون الرشید با اون دبدبه و کبکبه حضور پیدا کرد، میخواست مثلا یک افتخار جعلی برای خودش داشته باشد و برای مردم یک عرض کنم که فخر فروشی بکند که من عموی مثلا عباس که جد ما بوده عموی پیغمبره. آمد خطاب کرد که السلام علیک یا رسول الله یا ابن عم، درود خدا بر تو ای رسول خدا، ای کسی که پسر عموی من هستی. مردم هم دیگه خیلی تعظیم میکرد که پسر عموی پیغمبر. امام کاظم دید که یک عده ممکنه از این وضعیت تحت تأثیر قرار بگیرد، جلو افتاد از هارون و خطاب کرد سلام به وجود نازنین مقدس پیامبر اسلام، عرض کرد السلام علیک یا ابا، درود خدا بر تو ای پدر، که این شبهه در ذهن مردم نیاد که تنها کسی که نزدیک به پیغمبر است و قرابت دارد هارون و دستگاه هارونه، یا کسی دیگه هست که هارون به گرد پای او نمیرسه، خود امام کاظم علیه السلامه. و عجیبه که حضرت خیلی وقتا این جریان رو یادآور می شده. یک بار دیگه علی ابن یقطین که یکی از کارگزاران امام کاظم علیه السلام بود، اموال رو فرستاده بود به امام کاظم علیه السلام، و افرادی که این اموال رو تحویل امام کاظم داد گفت آقا ما این همه راه آمدیم بذار پیغمبر رو زیارت کنیم. امام کاظم سر راه اون آمده بود، اموال رو تحویل گرفت، گفت شما برگردید، گفت بذار ما وارد شهر بشیم مدینه پیغمبر رو زیارت کنیم. حضرت فرمود که شما خود پیغمبر رو زیارت کردید، برگردین که خطر شما رو تهدید میکنه، اگر بیاین داخل شهر شناسایی میشید. این اشاره ها برای این بود که مردم جایگاه ولایت اهل بیت علیهم السلام را فراموش نکنند، مثل زمان معاویه نشود که برای پیامبر اقربای جز معاویه نمیشناختند در شام. برای همین جریان هارون الرشید این مطلب تو ذهنش بود که یک وقتی در جمع بخواد تلافی کنه همین قضیه رو که امام کاظم علیه السلام خطاب به پیغمبر کرد و عرض کرد که السلام علیک یا ابانا، و بعد خودش رو ابن رسول الله میدونست، فرزند پیغمبر،
هارون اومد در یک مجلس سوال کرد که آقا شما ابن رسول الله نیستین، فرزند پیغمبر نیستین، شما فرزند علیین یا فرزند پیغمبرین؟ چرا به خودتون میگین فرزند پیغمبر؟ امام کاظم علیه السلام دو تا جواب داد خیلی قشنگ. جواب اولش این بود که در قرآن کریم خداوند متعال میفرماید که ما برای از ذریه حضرت ابراهیم انسانهای پاک و شایسته قرار دادیم، اسماعیل و نمیدونم کی و کی و کی انبیا رو اسم بره، بعد میفرماید که والیسع و یونس و عیسی، حضرت عیسی رو هم از فرزندان حضرت ابراهیم میداند. من معذرت میخوام، با اینی که حضرت عیسی پدر نداشت، بله، فقط از طریق مریم بنت عمران به حضرت ابراهیم میرسید. حضرت امام کاظم علیه السلام فرمود اگر قرآن را قبول داری، قرآن میگوید فرزندان دختر انسان هم فرزند انسان محسوب میشه. این نظر منحطی که بین عرب جاهلی و بین بعضی از افراد بدوی وجود دارد که نواهای پسری خودش رو فرزند خودش میداند ولی نواهای دختری خودش رو فرزند دیگران حساب میکند، این از نگاه قرآن مردوده. همونطوری که نواهای پسری انسان فرزند انسان، نوه انسان محسوب میشه، نواهای دختری انسان هم فرزند انسان و نوه انسان محسوب میشه. چه بسا عزیزتر هم هستن. بله، ارث میبرند، محرمیت وجود داره، کذا و کذا. این یک جواب بود. جواب بعدی حضرت هارون گفت آره این درسته، در قرآن اومده اون در مورد حضرت عیسیه. همین حرفی که وهابیت میگن. یعنی شما با حضرت عیسی فرق میکنید. امام کاظم علیه السلام فرمود که اگر پیامبر اسلام دختر شما را از شما خواستگاری بکند برای خودش، فرض کن پیامبر زنده است، دختر شما برای خودش خواستگاری میکنه، شما به این خواستگاری جواب مثبت میدید یا جواب منفی؟ بین مردم هارون نمیتونست بگه جواب منفی، گفت افتخار میکنم پیغمبر خدا از دختر من خواستگاری کنه، حتما قبول میکنم. امام کاظم فرمود اما من این کارو نمیکنم. گفت چرا؟ گفت به خاطر اینکه دختر من دختر پیغمبره، تا هزار نسل هم بگذره ذریه پیغمبره و این وصلت وصلت حرامیه، عقد عقد باطلی است. از این پس گفت بفهم که من فرزند پیغمبرم اما تو فرزند پیغمبر نیستی، با پیغمبر نسبتی نداری. اینم یک دیگر از هدایت هایی که امام کاظم علیه السلام در مواجهه یک شبهه و یک خطایی که بین مردم داشت رواج پیدا میکرد، سریع آمدن عکس العمل نشون دادن و در همین مجلس هارون جز اعتراف به عظمت امام کاظم علیه السلام راه دیگری نداشت. گفت احسن، حق با شماست. این یکی. موارد زیاد است، نمیدونم چقدر وقت داریم. ادامه بدین استاد، ان شاء الله دوستان وقت رو به ما بدید. بله. یکی 3 دقیقه تا بخش پایان بخش دوم. بله، یکی دیگر از موارد جریان صفوان جماله. صفوان جمال یک کسی بود که به تعبیر ما یک بنگای کرایه وسایل نقلیه داشت. مثلا حالا چی میگن آژانس مثلا وسایل نقلیه. بله. اون زمان یک بنگایی داشت، یک مغازه، یک جایی که شطور و هر چی که مردم لازم داشت کرایه میداد. آره. خیلی هم وسیع بود فعالیتشون، در حدی که خود حکومت و هارون میامد از این وسایل نقلیه شطور اینا کرایه میکرد. یک وقتی شطورهاش کرایه داده بود به هارون برای سفر حج، اونا لوازم و بار هرچی داشتن با خودشون ببرن حج از بغداد به او بر. خبر رسید به امام کاظم علیه السلام، این صفوان جمال به زیارت حضرت رفت. حضرت فرمود چرا همچی کاری کردی؟ گفت آقا من در سفر معصیت که کرایه ندادم، سفر حج خانه خدایه. امام کاظم دید که این ذهنش دچار شبهه شده، سفر حج هارون رو مثل سفر حج دیگران سفر طاعت میدونه. گفت آقا چی میگی؟ این هارون اساسش باطله. بعد یک سوال حضرت ازش پرسید از این صفوان جمال، گفت آقا ای که شما الان مرکب‌های خودت کرایه دادی، یک بخش از کرایه رو نگرفتی دیگه، درسته؟ گفت بله. گفت آیا به همین میزان دوست داری که هارون زنده بماند تا کرایه شما رو پرداخت بکند یا نه دوست نداری؟ گفت طبیعتاً دوست دارم که کرایه خودم رو وصول کنم. گفت یعنی پس دوست داری که هارون باشد، دستگاه حکومت ظلم و جور اینا برپا باشد که تو حق خودت رو از اینا وصول کنی؟ گفت بله. گفت به همین میزان تو ظالمی، به همین میزان که حب زنده ماندن این حکومت و سردمدار این حکومت که هارون هست در دل تو هست، تو ظالمی و از جرگه ما خارجی، حتی برای گرفتن حقی که حلالم باشه. گفت که یعنی واقعا اینطوری؟ فرمود بله. نمیشه که انسان
در مسیر ولایت و اهل بیت قدم بردارد، بعد به جای بغض دشمنان خدا حب به اونها یا امید به زنده ماندن اونها داشته باشه. این قابل توجه برای بینندگان عزیز. ببین ائمه چقدر حساس بود در این زمینه. صفوان جمال با شنیدن این جریان گفت من خطم را از اونها جدا خواهم کرد، فکرم که از اونها جدایه، کل زندگیم از اونها جدا خواهم کرد. آمد که بگه به هارون که آقا من قرارداد رو فسخ میکنم، دید که اینا حرکت کردن نمیشه، تمام شترانی رو که داشت همه رو در جا فروخت به یک کسی دیگه، یک جا فروخت. به هارون اطلاع داد که آقا از این لحظه دیگه من طرف قرارداد شما نیستم، این صاحبان جدید این مراکب قرارداد مثلا به پایان برسونه. هارون گفت چرا این کار رو کردی؟ گفت به خاطر که پیر شدم نمیتونم با شما بیام. گفت یعنی تو 10 روز قبل پیر نبودی، همین در همین 10 روز پیر شدی؟ من میدونم که تو از کجا این تصمیم رو گرفتی، میدونم که موسی بن جعفر این کار رو به تو دستور داده، اگر نبود خدمت هایی که قبلا به ما کردی سرت رو از بدن جدا میکردم. امام کاظم علیه السلام فرمود نه، اون کاری بهت نداره، نترس، ازش جدا شو. ببینید امام کاظم علیه السلام زیاد اینجوری داره، یه کسی میاد در همین هدایای حاکمان جور از امام میپرسه که آقا در اونجا یک بحثی هست در فقه که هدیه گرفتن از حاکم جور چه حکمی داره، خیلی خلاصه هستین، بعد میگه حرامه. یه کسی میاد میگه آقا من در دستگاه حکومت کار نمیکنم، بیرون در خانه خودم لباس میدوزم، این دستگاه حکومت از من میخره، من که از عمال جور حساب نمیشم، وقتی گناه نمیکنم. حضرت فرمود تو که هیچی، اون کسی که به تو نخ سوزن میفروشه از عمال جور و از این عرض کنم ظالمین محسوب میشه. پس حواس خودمون رو جمع کنیم بینندگان عزیز، در مسیر اهل بیت به صورت کامل قرار داشته باشیم، حب دیگران رو از دل خودمون به تعبیر اون شاعر یله کنیم، بیرونش کنیم. بله، بسیار تشکر استاد. سلام باشه. شاعر میگه که در بزنگاه‌ها، در خطرها، در امان توییم یا قیاس المستوی. در بخش بعد انشالله در ادامه بس خدمت شما هستیم. با ما باشید با به وقت بیداری از رسانه جهانی هادی. شد با صفا خانه توحید، نور خدا در افق تابید، ششم امام جان به قربانش، یک گل شکفت از گلستانش، نسل بطول آیت کوثر، هفتم امام نسل پیغمبر، موسی کاظم گل ایمان، گل واژه معنی قرآن، نور وجود گشت تا بنده، هستی زند بر رخش خنده، صادق تبار حضرت کاظم، زهرا نسب چون علی عالم، یک جور از جام احسانش، شیرین کند کام یارانش، میلاد او بر همه تبریک، بر مهدی فاطمه تبریک، صلی الله علیک یا موسی بن جعفر، ایها الکاظم یا ابن رسول الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. قدردان نگاه مهربان شما عزیزان هستیم که همچنان ما را همراهی میکنید در شام ولادت سراسر نور امام موسی بن جعفر علیه السلام. برنامه به وقت بیداری تقدیم شما میشه با نگاهی گذرا به مکتب تربیتی امام علیه السلام. ما را در فضای مجازی هم حتما دنبال میکنید. باز هم یادآوری میکنیم که از طریق آپارات، فیسبوک، اینستاگرام و یوتیوب میتوانید با سرچ موضوعی برنامه های این رسانه جهانی و به وقت بیداری با آنها دسترسی پیدا کنید. خوشحال میشیم که نظرات خودتان از این طریق هم با ما به اشتراک بگذارید.
جناب استاد در خدمت شما هستیم. بخش سوم و یک سوالی که همیشه هست در ذهن بعضی از مؤمنین که در واقع ولادت باب حسین جعفر علیه السلام، به خاطری که دقیقا دو روز بعد از واقعه بزرگ قدیر خم واقع شده و در تاریخ و در تقویم ها هست، تحت شعاع اعیاد و بالاخره جشن ها و سرور هایی که مؤمنین برگزار میکنن در سراسر دنیا قرار میگیره و شاید امشب بهانه بسیار خوبی است که یادآوری بکنیم به عزیزان و به خودمان که این ولادت امام حسین جعفر علیه السلام بسیار برکات، بسیار نورانی هست و قریب واقع نشه، و از این فرصت انشاءالله استفاده خواهیم کرد در این شاید حدود 10 دقیقه، شاید هم کمتر که در خدمت شما هستیم، میخواهیم که انشاءالله نهایت استفاده ببریم. بسم الله الرحمن الرحیم. همونطوری که اشاره فرمودید، به هر حال اینا همون ایام الله. بله. بعد در قرآن هم هست که آدم از این ایام الله، روزهایی که نسبتی دارد با خدای تبارک و تعالی، برای ذکر الله، یادآوری خدا، یادآوری حجتهای الهی، مکتب اینها، فکر اینها، راه و رویشی که به ما یاد دادن استفاده بکنه. خب بحث ما در رابطه با مکتب تربیت امام کاظم علیه السلام. بله. که خیلی گذرا عرض کردیم، یک نگاهی خیلی گذرایی میشه در این برنامه کوتاهش داشت که در دو بخش ما عرض کردیم که میشه دستبندیش کرد. یه بخش عبارت بود از هدایت‌های عملی حضرت که مصادیق رو عرض کردیم، که البته زیاده، موارد زیادی داره. یک بخش دیگر هم کلمات نورانی هستش که از امام کاظم علیه السلام برای ما رسیده است، یعنی نصیحت‌ها، موعظه‌ها، حکمت‌ها، ارشادهایی که از اون حضرت در کتاب ها به دست ما رسیده و واقعا جامعه امروزی ما به اینا احتیاج داره. یکی از نصیحت هایی که حضرت به فرزندانشون فرمودن در قالب وصیت نامه، این وصیت بود که به فرزندانشون فرمودن که با مردم مدارا کنید، سختگیری نکنید، استقصاء در حقوق نداشته باشید. یک تعبیری شاید به ندگان عزیز بهش توجه نداشت باشید، یعنی تا اون ریزترین حق رو نخواهید از طرف وصول کنید که آقای حق ما ای بوده، تکلیف تو ای بوده، باید همون حق ما رو باید ادا میکردی. چی میگن آقا؟ دریا گذر باشید، گذشت کنید از لغزش های مردم. همه مردم کامل نیستن، اینقدر باریک بین و سختگیر نباشید. فرمود اگر به این وصیت من عمل کنید، هیچ وقت هلاکت معنوی سراغتون نمیاد. بعد ادامه داد. چقدر زیبا. بعد ادامه داد. ثم قال: اگر کسی آمد در گوش راست شما حرف زشتی گفت که توهین به شما حساب میشد. البته این کار زشتیه، کار بدیه. حالا اگر یک آدم بدی این کار رو انجام داد، بعد پشیمان شد، همون لحظه برگشت در گوش چپ شما، یعنی کنایه از این که همون لحظه پشیمان شد، گفت آقا ببخشید، نه من با شما اصلا نبودم، من چیزی نگفتم، با شما نبودم، عذرش رو قبول کن، بگو راست میگی، شاید تو با کسی دیگه ای بودی، شاید حواست نبود، این لفظ رو به زبان آوردی، به من نگفتی، تو خودت میگی. وقتی که مطمئنی که گفته. بله، مطمئن به تو گفته، اما خودش میگه من به تو نگفتم، اصلا با تو نبودم، اشتباه شد، ببخش، معذرت میخوام، ببخشش. اگر این کار رو بکنی هیچ وقت هلاکت به سراغت نمیاد. چقدر زیباست این مکتب. بسیاری از قهرها، نزاعها، دعواهای خانوادگی، طلاقها از همینجا بلند میشه که طرف یک جمله فرد مقابل رو حفظ میکنه در حافظه خودش که همیشه او رو به یاد او طرف میره. تو بودی که 5 سال پیش اینجوری گفتی. بله. بعضی ها مال 10 سال پیش هم یادآوری میکنه، 15 سال پیش هم یادآوری میکنه، 20 سال پیش هم یادآوری میکنه که تو 20 سال پیش با ما همچین چیزی گفته بود. یعنی زن به شوهرش میگه، شوهر به زنش میگه، یه هنوز هم تو یادشون گذاشتن. در دین ما میگه این آدم روز قیامت عذاب میکنه به خاطر همین حفظش که آمده حرفای زشت و بدی که اون فرد گفته رو در حافظه خودش نگه داشته. سعی کنی اینو فراموش کنی. فعفو واسفحو، فعفو اینو ببخش، واسفحو فراموشش کن. الا تحبون ان یغفر الله لكم، دوست نداری خدا ببخشه و کلا پرونده تو رو پاک بکنه؟ راهش اینه که تو بندگان خدا رو ببخش، ازش درگذر،
ببخش. این یک وصیت چقدر زیباست و چقدر قشنگه. یک وصیت های دیگری که در حقیقت برای ماست، خطاب به یکی از یارانشون داره که معروفه، یا هشام یا هشام یا هشام، خطاب به هشام داره. در ابتدای این وصیت حضرت امام کاظم علیه السلام جایگاه عقل و خردورزی را تبیین میکنه که چقدر نگاه دین به عقل نگاه بسیار بسیار مهم و زیبایی که تمام اطاعتهای خدا را ناشی از عقل و خرد میداند، تمام مخالفت با خدا، عصیان و تمرد رو ناشی از جهل و بیخردی میدونه. اینا رو که میفرماید بعد میفرماید که یا هشام ثم وعظ اهل العقل، خدا اهل عقل و خرد رو موعظه کرده، این موعظه رو به خاطر بسپار اگر اهل عقلی. موعظش چیه؟ میفرماید که ورغبهم فی الاخره، ترغیب کرده در مورد آخرت عاقلا، اجری گفته فقال وما الحیات الدنیا الا لهو و لعب، وما الحیات الدنیا الا لعب و لهو، زندگی این دنیا همش بازیه، به صورت لهو و لعب میگذره. وللآخرت خیر للذین یتقون، آخرت بهتر است برای اونهایی که راه تقوا و پرهیزکاری رو انتخاب بکند. افلا یعقلون، آیا تعقل نمیورزید؟ این آیه آیه 32 از سوره مبارکه انعامه، یعنی کسی که عقل دارد لزوما تقوا دارد، کسی که تقوا دارد لزوما برای آخرتش فکر میکنه تا به دنیا. بارها من این حدیث رو در همین رسانه شاید گفتم که پیغمبر فرمود آقا جان آیا آدم عاقلی به خاطر مال دیگران جان خودش رو در خطر جهنم قرار میده؟ گفتن منظورتون چیه یا رسول الله؟ فرمود که اکثرا شما همینجوری کمتر دو دقیقه بله به خاطر مال ورثه جان خودتون رو در خطر عذاب جهنم قرار میده. بعد فرمود که این وصیت ها همینجور ادامه داره. بعد فرمود که یا هشام لقمان به فرزندش این چنین وصیت کرد، ان لقمان قال لابنه، به فرزندش این چنین گفت که اگر میخوای عاقل باشی برو تواضع کن در برابر حق، تواضع للحق تکن اعقل الناس. یعنی یکی از نشانه ها، یکی از جلوه های خرد و عقل انسان متواضع بودنه، این که انسان خودپرستی و خودخواهی خودبرتربینی نداشته باشه. بله بسیار تشکر استاد. جمله دیگری حضرت، خیلی لطف کردین، سلامت سعی کردید با توجه به فرصت محدود نقطه های طلایی و جملات طلایی حضرت رو تا حدودی یادآور شوین. خدا خیرتون بده، ان شاءالله که در برنامه بعد هم شما را در همین استودیو در مقابل چشمان عزیزان زیارت کنیم. ان شاءالله سلامت باشید. از شما عزیزان تشکر میکنیم، باز هم تبریک عرض میکنیم، ایام بسیار زیبایی را در قرار داریم. همه ما سعی کنیم که استفاده کنیم و لطف و خیرمان به همراهان و به عزیزانمان انشاءالله برسه. همه شما رو به خداوند بزرگ و منان می سپاریم و تا برنامه بعد، یا علی مدد.